از یه میگن از خودشون میخونم، من میخوام مقتل براتون بخونم، این چند شبه میخوام از رو بخونم براتون، فقط شعر بخونم با یه قسمت از مقتل. ای هلال خون دوباره سر زدی، ای محرم بار دیگر آمدی، خون به دامان افق جاری شده، زخم دل با دیدنت کاری شده، در تو باقی لاله هر پر بود عکس لب در تو بینم عشق خیرون ناصران، زخم فرق حضرت عباس را، در تو بس داغ مکرر دیدم، اربن اربا جسم اکبر دیدم. جانم همین الان تا غروب نشده بگیرین هرچی میخواد. در تو بینم خیمه های سوخته، خوب دل بدی کام خوشگود دامنه افروخته، در تو بینم صورت و خاک تنور، در تو بینم صورت و خاک تنور، در تو بینم سینه و سام ستور، در تو بینم جسم افتاد و دو تن غرق خون افتاده بی غسل و کفن، یکم در تو شما روزه بخونید.
تو پیدام آتش تاب و تب است، صورت یک مرکب بی صاحب است. در تو میبینم که از خون جبین شسته وجه الله روی نازنی. در تو میبینم چهره ها از خون خزان، بر لب طفلی نوشته آب آب. بازگرد ای ماه عشق و ماه آه، ترسم آید شمر دون در قتلگان. بعضی ها شاید روزه امروز من چون روز اوله، هنوز هلال ماه در نیومده، مراتتم میکنم از جهتیم رهبر معظم انقلاب فرمودن تو محرم عزاداری سیدن بیشتر بکن. من میخوام یه موضوعی اول بگم. بعضی ها میگن از کجا در میارن این حرفا رو، از کجا پیدا میکنن؟ بعضی مقاتل رو که ما میخونیم خفیفتر عرض میکنیم، سربست عرض میکنیم، یه گوشه ای از پردش رو کنار میزنیم که تازه خود اون مقتل پرده روشه. امام صادق فرمود اگه استرار جد ما رو بین همه عالم تقسیم کنن، والله همه مستر میشه. نه اینکه همو استرار رو به همه بدن، تقسیم کنن بین همه مخلوق، به هر کسی یه ذره برسه. انقدر این داغ سنگینه همه مستر میشن. شب اول محرمه، من میخواین از رو بخونم براتون. ابن شبیب، ریان ابن شبیب میگه شب اول محرم یه همچی ساعتی خدمت امام رضا رسیدم. امام رضایی که به محرم و سید و شهدا و روزه اینقدر اهمیت میداد، وسط سیاهی کوبیدن، دیدن امام رضا روی زمین نشست، سر به دیوار گذاشت. امام رضا شروع کرد ناله زدن، زجه کردن، اونطوری که پیغمبر فرمود مثل مادر بچه مرده. اونطوری امام رضا گریه میکنه، ما تا اونطوری گریه نکنیم نمیشیم، گریه نمیشه. سینه میکوبید، هی میگفت یا جد. امام رضا هی دارم میگم امام رضا علیه السلام، زجه میزد، ناله میزد، فریاد میزد، دورشو گرفتن، براش آب آوردن. انقدر گریه کرد از حال رفت. وقتی حالش یه خورده جا اومد، شروع کرد به حق و حق کردن و ناله زدن. آقا چی شد؟ فرمود داشتم پرچم سیاه می زدم، مرتبه دیدم از پشت پرده ی زنانه صدای ناله ی مادرم به گوشم رسید. هی صدا می زد غریب مادر، ریان ابن شبیب خدمت امام رضا رسید. یم چی شبیه امام رضا علیه السلام فرمود ریان ابن شبیب ان کنت باکیل شیعه اول کل شیعه، اگه میخوای گریه کنی برای هر چیزی،
فبکی علی الحسین ابن علی، فقط برا حسین گریه کن، فقط برای حسین گریه کن. چرا؟ برای کسی دیگه گریه کنی مانع داره؟ نه، اگه کسی از دنیا میره، یه نفر گفت به امام صادق عرض کرد آقا گریبان دریدن در عزای برادر چه حکمی داره؟ فرمود مانعی نداره. آخه همه ما هم گریبان چاست؟ فبکه علی الحسین. ولی چرا میگه برای حسین؟ ما فقط برای حسین، واسه اینکه انقدر مصیبت بالاست، اگه به عمقش پی ببری دیگه برای چیزی گریه نمی کنی. میگه دیگه اینا مصیبت نیست، مصیبت فقط مصیبت حسین. اما یه توضیح هم داره بعدش، فانهو ذبح جد ما ذبح شد کما ینبح الکبش مثل گوسفند سر حسین ما رو برید. اجازه بدید من روزم رو بخونم. اینا توضیح داره، اینا توضیح داره. روزه خوندن اینطوری خیلی مراعات حال ما رو کرده. امام صادق، امام رضا اینطوری فرموده. خیلی الان بهتون میگم چرا. یا جبرئیل صدا زد آدم، وقتی رسید داشت دنبال حوا میگشت، رسید به کربلا، خار تو پای آدم رفت. خدایا من که رانده شدم، بیرون اومدم، توبه کردم، الان این خار، این خون ریز، این زخم پا برا چیه؟ جبرئیل نازل شد فرمود این برای این که خونت اینجا ریخته بشه مواسات. آخه یه روزی میاد پسر پیغمبر خاتم را، یا آدم فیوز بهو، از رو دارم میخونم، زب هشاه من القفا، او هم همینو میگه، سر حسین و مثل قربانی از قفا میبرن. چند تا اشاره دارم. یکی این که شاید از این جهت گفتن که انقدر دیدی قربانی میکنن زیاد اهمیتی نداره، برای لشکر اهمیتی نداشت کیو دارن قربانی میکنن. همین هایی که براتون یه بار گفتم از رو میگم. حالا من میخوام مقایسه کنم. رفقایم وقتی گوسفند قربانی میشه احکامشو باید رعایت کرد. اول بره نباید کنار گوسفند باشه، جلو بچه، جلو مادر، مادر باردار نباید گوسفند قربانی کرد. دارم میگم که بدون امام رضا چقدر به تو رحم کرده. معمولا اگه بچه ای باشه میگن بچه رو کنار ببر، اما ارباب من و شما رو جلو زن و بچهش سر رو میده. حسین دست و پا می زد، بچه هاش جزع و فزع می کردن،
دل کسی به حال قربانی نمی سوزه، دل اونها به حال قربانی نسوز. ها ها اینم بگم، مثال گوسفند قربانیه. بابا چرا ناراحت؟ باید بگم این چیزی که امام رضا فرموده دیگه. من دارم همین از رو میگم، برگه یک کتابه نوشته شده، علما نوشتن، ببینید بخونید، ارشاد شیخ مفید معال سبتین، القطره بیت لحظان لحوف، همه رو بخونید. ما چیزی نمیگیم. دومیش گوسفند قربانی رو میگن که قربانی میکردن و تو صحرا رها میکردن، اینم یه شباهت، بدنش رها کردن. امام سجاد فرمودن به جان بدن خودیاشون رو دفن کرد، بدن بابام روی زمین. یه چیزی براتون بگم، نگاه کردید بدن شیرخوارم روی زمین. اما وجه تفاوت ها رو بگم، وجه تفاوت ها این بود، تفاوت آن بود که سر گوسفند قربانی را بر نیزه نمی کنن، اسب بر بدنش نمی تازن. خلاصه میکنن، گوسفند قربانی رو اول ذبح میکنن بعد تیکه تیکه میکنن، گوسفند رو آب میدن اول. از هر
شب اول کمک کنیم. تقصیر من از زیر و رو ای کاش گلوت را نمی بوزیدم ای حسین.